ولی کنار فیزیک روی دو تا موضوع به صورت خاص کار کردم، یکی بحث تاریخ علم و فلسفه علم، یعنی بالاخره نضج گرفتن شاخه های مختلف علم رو چه حالا در ایران و چه در غرب روی مطالعه جدی که روش بکنیم، ببینیم واقعا همیشه مطالعه بوده که اونجا دانشمندها راحت هم خوشون پذیرفته بشه، راحت برن از سرات خدمت چون یه چیزی رو بگن در صدر میکشن بیاد چیز بکنم، همیشه با یه زحماتی بوده. حالا با هم ما به اونجا میرسیم که پروژه شکل گرفته. ویژگی‌های محسن فخری‌زاده در همین جلسات بود که به تدریج هم برای سایر اعضا و هم برای مسئولان ارشد کشور نمایان می‌شد. و از همان زمان‌ها بود که کم کم اسم او در محافل خصوصی تصمیم‌گیر دفاعی، هسته‌ای و علمی کشور بر سر زبان‌ها افتاد. چون باز بعضن سوال میشه ازشون که خب ایشون مثلا خب فیزیکدان بوده دیگه، چرا رفتی پزشکی داریم، واکسن چه رفتی بهش داره مثلا؟ حالا واکسنی که حالا ایشون از یک منظری به علم نگاه کرده. به قول خودمون اینطوری بگیم، این کارخانه تولید علم متوجه شده، میدونه فرایند تولید علم از مبانی درستش از یه نقطه ورودی داشته باشه، این نقطه بخواد خروجی داشته باشه، چه مکانیزمی توش اتفاق میفته؟ پس میتونه هر ماده رو توش بذاره پاسخ بگیره. شروع میکنه مثلا کار تحقیقات علمیش را، یکی از بی‌نظیرترین اسپکتروسکوپیست‌های هسته‌ای ایران میشه. یعنی به تعبیر استاد مشترکی که داشته ما مرحوم دکتر پوری، فقط نظیر نداره این تو این زمینه. و حالا خود اون یه آدم به اصطلاح غول‌آسایی تو این مسائل بود، یه اکسپریمنتالیست بسیار ورزیده بود. اون مثل این آدم‌ها دیگه در کشور، چرا؟ چون اون کاری که بهش سپردن، آزمایشگاهی رو در اختیارش قرار دادن، این طور هم نبود که تمامش رو اصلا در ایران اطلاعات کافی تو این حوزه ها باشه. تمامش رو با مطالعه، دیدن کاتالوگ‌ها، آزمایشگاهش طوری بود که فضای حالا مثلا شاید دو سه برابر اینجا بود و سرد، چون اون دستگاه ها باید همیشه تو سرما میمون و زمستون ها تابستون این تو سرما میشست و این دستگاه ها رو ران میکرد و آزمایش تست های بسیار قدرتمند میکرد، طوری که شد واقعا رنگ یک کشور از توی فضایی که خیلی وقتا هست یکی یک کاری میکنه اسم بوغا کرناس، چیزهایی که در حوزه های دفاعی انجام میگیره معمولا اسم رسمی زیادی نداره. به قولی محور اعتقاد داشت که اگر ما بر مبنای همین جریان وارد جریان تولید علم بشیم، قطعاً دنیا جیرخوار علومی خواهد بود که در ایران تولید خواهند شد. اسفند 1389. حالا دیگر درباره ایده بزرگ تأسیس یک سازمان جدید در دل وزارتخانه، همه ارکان تصمیم گیر وزارتی و کشوری تسلیم شده بودند. سازمانی به پشتوانه سالها تلاش میدانی مهندس در چندین عرصه و حلقه های فکری و عملیاتی. حالا زمان تولد سپند بود. فخری زاده جایی رو به وجود آورد به نام سپند که اصلا اهمیت در اینه همه سپند رو در حقیقت خیلی مظلوم نمیشناسند. وقتی یک زمانی ایران به هسته‌ای نیاز داشت، کسی کمکش نمی‌کرد، خب آقای فخری‌زاده رفت تو این علم، کلی پیشرفت به وجود آورد، شاگردانی تربیت کرد، چند تا از دانشمندان هسته‌ای ما که شهید شدن باز شاگرد ایشون بودن. اما خب انقدر ایشون دانشمند مستقیم و غیر مستقیم از طریق شاگردانش تربیت کرده که به یک خودکفایی و رشد و بالندگی صنایع هسته‌ای ما رسید. وقتی او کار رو به سرمنزل مقصود رسوند، رفت برای علم بعدی بعدی بعدی. سپند رو به وجود آورد ایشون در طول کار و فعالیت حرفه‌ایش. من در یک جمله بخوام بگم، من یک رو صد دیدم. این واقعا
یعنی من با اینکه من با ایشون رفیق بودم ولی خب ایشون ملاحظات رو داشت، ملاحظات امنیتی رو داشت، ملاحظات حفاظتی رو داشت، با من رفیق 30 ساله خودش هم مراعاتی داشت، با اینکه من تو بلغا پوزیشن‌های همتراز یا حتی مثلا شاید به نوعی از همکاری جدی ایشون بودم، هیته بندی رو به شدت مراعات میکرد، به گونه‌ای که من نمیدونستم ایشون چی کار میکرده، که من عکس ایشون رو گذاشتم کنار خودم، الان موجوده، یه عکس بزرگ، حالا نمیگم قدی ولی تقریبا نیم قدی، خیلی بزرگ گذاشتم کنار خودم، صبح به صبح بهش سلام میدادم، گفتم واقعا دمت گرم حاج محسن که تو چه گلی کاشتی. این سپر مثل محسن مثل زره درست کرد در مقابل این قضیه، یعنی یکی از هنرهای محسن خود سپر، خلق سپر. یکی تکنولوژی داره کجا میره در مقابلش چی لازم دارم، یکی نیازهای بشری داره کجا میره در مقابلش چی لازم دارم، یکی مسائل داخلی کشور به چه صورت و من به چی نیاز دارم، یعنی گره ها رو ایشون شناسایی میکردن، این خیلی مهمه. سپند البته نمونه های خارجی کم نداشت. آقای فخری‌زاده کاری کرده در دنیا، تک و توک کشورهای ابرقدرت مثل آمریکا، روسیه و چین این کار رو کردن، اول از همه آمریکا یا روسیه این کار رو کرد. ببینید ما واحدی داریم در پنتاگون که میره جدیدترین علوم و تکنولوژی تازه در حال شکلگیری رو از گوشه گوشه آمریکا یا جهان میاره، یعنی یا میخره از کسی که این تکنولوژی رو به وجود آورده، به اصطلاح رو لبه دانش راه میره، چیزی که تازه داره درست میشه، و اگر نتونه بخره خود اون طرف رو میاره با حقوق خیلی خوب، بیا میدوزه بالاخره اون دانش و علم و فناوری رو صاحب میشه که دست دشمنان نیفته، دست خودش بیفته که بتونه ابرقدرتیش رو حفظ کنه. همین مدل کار در ارتش‌های روسیه و چین هم هست. سال 1958 دایره پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی یا به اختصار دارپا زیر نظر پنتاگون تأسیس شد. اون زمان شوروی کاوشگر اسپاتنیک رو به فضا فرستاده بود و مردم آمریکا از این بابت احساس خوبی نداشتن. رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی وایت آیزنهاور پیشرفت شوروی رو قبول نکرد. اون سریعا دستور داد تا دارپا تأسیس شه، بلکه آمریکا باز هم بتونه سردمدار علم و تکنولوژی تو جهان باشه. ساختمان اصلی دارپا تو ویرجینیای آمریکا سو بیشتر از 220 تا کارمند داره. این کارمندها به 6 دسته مختلف تقسیم شدن تا هر کدوم روی موضوعات مختلف تحقیق کنن. بودجه فعلی دارپا 3.4 میلیارد دلار طی یک ساله که باعث میشه دستشون برای انجام دادن بزرگترین آزمایش هم کاملا باز باشه. افرادی که توی دارپا استخدام میشن تو حوزه خودشون نابغه‌ان و میتونن طرحهایی رو ارائه کنن که دنیا رو تغییر میده. بسیاری از تکنولوژی که امروز در دنیا میبینید اینا از تو دارپا اومده بیرون. سپند آمریکایی‌ها، اینجا سازمان پژوهش و نوآوری های دفاعی، سپند مخفف این، خب دارپا هم همینه. اگر شما چه میدونم فلان لباس اومد بیرون، فلان جی پی اس اومد بیرون، نمیدونم همین گوشی های موبایل اومد بیرون، نمیدونم نرم افزار چتی که اومد، مثلا اول مال خلبان آمریکایی بوده چه با هم صحبت بکنم، اصلا اینا میینه بعضن 20 سال میگذره بعدش تجاری میشه. خب سپند ما داشت کار دارپا رو انجام میداد. اما سپند فخری زاده حتما باید تفاوت های بنیادین با سازمان‌های بین رشته‌ای کشورهای دیگر داشته باشد. فکر می‌کنه، من این جمله شما رو اینطوری تصدیق می‌کنم، اون نیومده دارپا رو ببینه بیاد مثلا یه جایی رو ایجاد بکنه. اون اومده یه جایی رو ایجاد کرده، بعد چشمش بعد رفته مطالعه کرده دیگه چه خبره. یعنی بر مبنای الگوها و رفتارها گفته آقا جون این لازم. پس به قول ما دارپای اونها یه شکل دیگه میشه. شهید دنبال اون دارپایی بود که اینو برای انقلاب ایجاد کنه و مطمئنن شما خودتون بذارین جان دشمن، حاضرین چنین چیزی رو تحمل کنین؟ این اگه روش پیدا میکرد یا هر چیزی بشه اتفاقی بیفته، آینده اونا رو به شدت دوچار مخاطره میکنه. خیلی مهمه این تیکر بکنید. غرب از علم تو کتابخونه نمیترسه، از همین کتابایی که میبینی اینجا غرب از کتابا نمیترسه، غرب از آدمهایی میترسه که بتونن پل بشن، خب که
آدم‌های عالم به این کتابا برای اقتدار کشورشون کار کنن. این منحصر به فرد، اون چیزی که محسن رو شاید از بقیه یه سرگردن بالاتر میبره اینه. این یعنی این که ما میخواییم یک نهالی بکاریم در این کشور که علم و فناوری رو خودمون توسعه بدیم و این توسعه بر مبنای منابع خودمون باشه بدون وابستگی به هر جا. این یعنی همون علم اول، یعنی این که ما شروع کنیم یک سری فناوری های کلیدی رو به دست آوردن. اون موقع مال خودمون، اون موقع ما میتونیم حالا با جمع این فناوری ها یه زمین بازی ما درست کنیم. و آوا این گونه شکل گرفت و از هر یک از بچه های سپند بپرسید که معروف ترین جمله حاجی چیه، بهتون خواهد گفت که آوا جان 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 سپند است. جنگ جنگ ایده هاست امروز. آوا مرکز آینده پژوهی ایده پردازی. خب یعنی شما فکر میکنیم دنیا دنیا چیه؟ دنیا دنیا ایده هاست. این آوا سه بخش داشت: فلسفه و علم، قرآن و حدیث، خلقت و طبیعت. آوا در حقیقت به معنای آینده نگاری و ایده پردازی است. چون دنبال آینده پژوهی نبود، دنبال این نبود که ترندهای دنیا رو پیدا کنه، بلکه دنبال آینده نگاری بود. به شدت به این چیزا اعتقاد داشت، به آینده پژوهی، به فناوری‌های اقتدارآفرین با نگاه آینده نگر. این اصلا خیلی جلو برده بودش. همین دفعه آخر که اومده بود توی فناوری کوانتومی به من میگفت مرتی مثلا من دارم فناوری کوانتومی رو میخوام ببرم جلو. بهش میگفتم مردم اومد حالا این پول بزرگ میخواد، گفت بیا کمک کنیم یه طوری این بشه. یعنی آخرین دیدار ما رو بحث فناوری کوانتومی بود. میخوام بگم نگاه کن، همیشه دغدغش رو به جلو رفتن بود. زمان عملی کردن ایده های بزرگ سالیان گذشته بود. پژوهش‌های کتابخانه‌ای و دانشگاهی دردی رو از کشور دوا نمی‌کرد. آن هم با رویکردهای تولید علم برای سرچشمه‌های غیر بومی. کار باید از صفر شروع شد. انحصار نه در فناوری که در علم و حتی پیدایش علم هم بیداد می‌کرد. آره، با اینکه ما دسترسی داشته باشیم به علم هست. یعنی اصلا تمام کنوانسیونا، تمام چیزا و حتی تمام جنگ معناییشون علیه دونستن ماست، علیه بلد بودن ماست، علیه یادگیری ماست. تو همه رشته‌ها اینه. به اونا گیت کیپرن، اونا تعیین میکنن شما رو چیا کار بکنید رو چیا کار نکنید. اصلا روش چیز نداره، یعنی اصلا روش جای شک و شبهه نیست. من این صحبتایی که ما تنظیم کردیم من هیچ کدومش خارج گیر نمیکنم. امکان داره تو داخلم گیر نمیکنم، توی داخل دیگه گیر میاد، تو داخل آدم. اون اراده، اشاره کردن مسئله اراده، اون اراده باید به وجود بیاد، اون عشق باید به وجود بیاد. هر جای عالم باشین اتفاق ما اگه تمدنی به موضوع نگاه بکنیم، اگر جهان شمول نگاه بکنیم، ممکنه محسن فخری‌زاده ای که اتفاقا میخوام مثالش هم الان برای شما بزنم در خارج هم به وجود بیاد و اونها هم به دنبال این باشن که حذفش بکنم. مثال خارجی شهید فخری‌زاده شهید دکتر چمرانه. شهید دکتر چمران اگر اون وقایع جنگ اتفاق نمی‌افتاد، شما مطمئن باشید کسی بود که به چنین سرنوشتی مثل شهید فخری‌زاده دچار می‌شد. دکتر چمران کسی که از همون اول که وارد آمریکا میشه تا لحظه شهادتش CIA براش پرونده داره. آمریکایی‌ها اینو